خدا رو شد. پس یک بار دیگه خدمتون عرض می کنم که پادشاهی خداوند مراحل مختلف داشت. مرحله اول یا مرحله حال بدین معنی که ایمانداران در پادشاهی او بودند زمانی که خود عیسی مسیح با آنها بود. پس پادشاهی در واقع با آمدن مسیح شروع شده بود. انجیل لوقا بخش 17 و آیات 20 و 21 به ما میگن روزی بعضی از فریسیان از عیسی پرسیدند ملکوت خدا کی آغاز خواهد شد؟ عیسی جواب داد ملکوت خدا با علائم قابل دیدن آغاز نخواهد شد و نخواهند گفت که در این گوشه یا در آن گوشه زمین آغاز شده است، زیرا ملکوت خدا در میان شماست. خدا را شکر. و همینطور در انجیل متی بخش 12 و آیه 28 که می‌خوانیم ولی اگر من به وسیله روح خدا ارواح ناپاک را بیرون می‌کنم پس بدانید که ملکوت خداوند در میان شما آغاز شده است. آمین. و اما مرحله آینده پادشاهی مسیح که با علاماتی کاملا مشهود شروع خواهند گردید. در این مورد در مکاشفه بخش 11 و آیه 15 می‌خوانیم که می‌فرماید درست در همین هنگام که فرشته هفتم شیپور خود را به صدا درآورد، از آسمان صداهای بلندی به گوش رسید که می گفت سلطنت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شد تا ابد سلطان است. آمین. نکته بسیار قابل توجه اینه که در پادشاهی آینده عیسی مسیح هر زانویی در مقابل او خم خواهد شد و او را خواهد پرستید. در این مورد در کلام خدا در کتاب فیلیپیان بخش 2 آیات 10 و 11 می‌خوانیم که می‌فرماید تا به نام عیسی هر آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است به زانو درآید و برای جلال خدای پدر همه به زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. آمین. و همینطور انجیل یوحنا بخش 5 آیه 22 به ما می‌آموزه که عیسی مسیح در واقع داور همگان می‌باشه. در این آیه می‌خوانیم که می‌فرماید پدرم خدا داوری گناهان تمام مردم را به من واگذار کرده. خدا را شکر. عزیزان، عیسی مسیح در آینده بر تخت خود نشسته و بر گناهان همه داوری خواهد کرد. توجه شما را به این قسمت از کلام خدا جلب می کنم که در کتاب مکاشفه بخش 20 و آیات 11 تا 15 به ما این تعلیم را می آموزه. آنگاه تخت بزرگ سفیدی را دیدم. بر آن تخت کسی نشسته بود که زمین و آسمان از روی او گریختند و ناپدید شدند. سپس مرده ها را دیدم که از بزرگ و کوچک در برابر خدا ایستاده‌اند. دفترچه ها یکی پس از دیگری گشوده شد تا به دفتر حیات رسید. مردگان همگی بر طبق نوشته های این دفترها محاکمه شدند. بنابراین دریا و زمین و قبرها مرده هایی را که در خود داشتند تحویل دادند تا مطابق اعمالشان محاکمه شوند. آنگاه مرگ و دنیای مردگان به دریاچه آتش افکنده شد. این است مرگ دوم، یعنی همان دریاچه آتش. هر که نامش در دفتر حیات نبود به دفتر دریاچه آتش افکنده شد. آمین. عیسی مسیح همچنین همه ایمانداران را به خاطر چگونگی اعمال و زندگیشان داوری خواهد نمود. در این مورد در کلام خدا در دوم قرنتیان بخش 5 و آیه 10 می‌خوانیم که زیرا همه ما
در مقابل تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد و هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در این زندگی انجام داده است خواهد دید، چه نیک و چه بد. آمین. خب عزیزان شنونده، امیدوارم که از مجموعه درس‌های شناخت عیسی مسیح لذت برده باشید. از شما سپاسگزارم که ما را در طی این برنامه ها همراهی فرمودید. همینطور امیدوارم که شنیدن کلام خداوند در انجیل مقدس و شناخت بهتر از عیسی مسیح موجب برکت شما شده باشد. عزیزان، عیسی مسیح برای بخشیدن گناهان ما به این جهان آمد. او داوطلبانه به خاطر عشق و علاقه بیمانندش برای انسانها جان خود را بر روی صلیب هدیه نمود تا بدین طریق موجب آمرزش ما از گناهانمان بگردد. تنها در ایمان به عیسی مسیح است که ما می توانیم مقبول خداوند گردیده آمرزیده شویم و نزد او تا به ابد زندگی کنیم. امروز اگر شما از صمیم قلب مایلید تا عیسی مسیح گناهانتان را بیامرزد و حیات ابدی را به شما هدیه کند، می توانید به سادگی از او درخواست کنید. در دعا بفرمایید: ای خدای قدوس و مهربان، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به رحمت و بخشش تو دارم. من ایمان دارم که تو عیسی مسیح را برای تاوان گناهان من به این جهان فرستادی. خواهش می کنم گناهان مرا در نام عیسی مسیح ببخش. خداوندا، با روح پاک خودت به قلب و زندگی من بیا و از آن برای جلال نام خودت و خدمت و محبت به دیگران استفاده کن. در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. عزیزان، چنانچه شما این دعا را با من به حضور خدا بردید و حال مایلی تا اطلاعات بیشتری راجع به عیسی مسیح و چگونگی رابطه و زندگی با او داشته باشید، لطفاً با شماره تلفن 604-788-5211 تماس بگیرید. در اینجا تا فرصت دیگه که با هم از محبت خدا بیاموزیم، برای همه شما دعای برکت و آرامش الهی دارم.